think can happen. If Samson's 100%, he will be the Mr. Olympia, 1,000%. But I'm going to play with the politic game. I'm going to say Hadi first. That's probably number one. درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ایفلکس فیتنس. بدون معطلی بریم سراغ اتفاقات بروز برانسازی و پادکست جدید ماسل اند فیتنس که یه مهمون ویژه داشت. این بار کیان پیرسون رو دعوت کرده بودن، قهرمان سال پیش 212 پوند اولمپیا و مدعی اصلی قهرمانی امسال، کسی که توی یکی دو ماه پیش با آپدیتاش حسابی توجه رو سمت خودش جلب کرده و سر و صدای زیادی کرده. اول از همه از همون اولای پادکست دنیس جیمز در مورد بیگرامی چند تا خبر جدید داد، مثل اینکه بیگرامی بهش زنگ زده و با هم دیگه صحبت کردن. رامی بهش گفته که دلیل اصلی نیومدن به امریکا واسه المپیای امسال که از نزدیک ببینه اینه که بهش ویزا نمیدن. 8 ماه منتظر اومدن ویزای امریکاست و اینم خودم اضافه کنم که رامی چند وقتیه که تو کشور خودش مصر نیستش. فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی کشور تونسه. خودش توی لایو چند هفته پیش گفت که وقتی مصر بودم خیلی راحت‌تر ویزا می‌گرفتم، ولی الان بدجوری درگیر شدم. رامی قبلا ویزای 5 ساله داشته که سال پیش مدت زمانش تموم شد، بعدش هم که اقدام کرده ولی هنوز تا الان هیچ جوابی نگرفته و هنوز منتظره. الان هم با صحبتی که با دنیس جیمز داشته گفته که منتظر تولد دوقلوهاشه و از لحاظ فیزیک بدنیش و مشکلایی که داشته وضعیتش مخصوصا توی بازوهاش خیلی بهتره. توی عضلات پشت هم گفته که روندش رو به جلوه و خیلی بهتر شده نسبت به گذشته. دنیس جیمز توی پادکست میگه که رامی طوری با هم صحبت میکرد که انگار قصد برگشتن داره، یعنی توی فکر بازنشسته شدن نیستش. به نظرم حتی اگه بیگ رامی برگرده کارش به مراتب سختتر از سالهای پیشه، چون توی قدم اول باید خودشو ثابت کنه. اما توی این پادکست کیان پیرسون هم حرفای خیلی جالبی زد، مثلا اینکه کلا توی سوشال مدیا نیستش، یعنی یوتیوب و اینستاشو خودش پاک کرده. پستایی هم که گذاشته میشه توی پیج اینستاگرام و کانال یوتیوبش فقط به خاطر بحث اسپانسراشه. هدف امسالش اینه که 5-10% از سال پیش بهتر بیاد و وزن همین الانش نسبت به سال پیش توی همین بازه زمانی 3 کیلو بیشتره و جوری که خودش میگه کاندیشنش هم بهتره. چیزی که جالب بود اینه که تا قبل این پادکست پاتریک تور مربیش میگفت ما قراره حدود 95 کیلو بیایم روی استیج اولمپیا، ولی اینجا کیان میگه هدفمون 93 کیلو، یعنی کاته. به نظرم بایدم اینطور باشه، چون رقیب اصلی شان کلاریدا به شدت از لحاظ کات و کاندیشنینگ خوبه. درسته ساختار کیان فوق‌العاده است، ولی بارها و بارها دیدیم که کاندیشن خوب با چگالی مناسب تونستن ساختار خوب و شکست بدن. پس کیان پیرسون باید امسال حواسش به همه چیز باشه. حتی میگه که من تمام طول سال و 7 روز هفته رو بعد قهرمانیم کاردیو زدم، حتی یه روز از دست ندادم. به نظرم این جملهش خیلی خطرناکه. کیان پیرسون ساختارش فوق‌العاده است و اگه بتونه به چگالی و کاندیشن خوبی هم برسه، حتی توی دسته اوپن هم برای چند سال دیگه حسابی خطرناک میشه. خودش هم میگه که قطعا یه روزی خودم رو توی دسته اوپن به چالش میکشم و نهایت دسته 212 پوندیا میرسه به اوپن. خیلی خوب، بریم سراغ پیشبینی هاشون و اول پیشبینی کیان پیرسون رو با هم دیگه ببینیم. It's two games you can play with, who you believe in and you can play with the politic game. But I'm going to take with the politics and what I see and what I think can happen. If Samson's 100%, he will be the Mr. Olympia, 1,000%. But I'm going to play with the politic game. I'm going to say Hadi first. That's probably number one. Samson second. I truly believe Samson can really break a lot of dreams this year. If he keeps going in that direction that I'm seeing on social media, Derek, Andrew Jack, and Nick Walker. He copied me 5 from... Is it what? You did my prediction exact. Well, too bad I don't watch the podcast as much. You better watch it, man. I did all that, but I agree. I think that's a huge possibility. کلن افراد زیادی هن که میگن اگه سمسون 100% بیاد قهرمانه. 100% سمسون هم میشه کات بودنه به تمام معنا، چیزی که هنوز ازش ندیدیم. با اینکه 39 سالشه و کم کم داره سنش بالاتر میره و چالشاش هم بیشتر میشه،
هنوز ما ورژن 100% سامسون داودا رو ندیدیم. کیان میگه که اگه سامسون 100% بیاد قهرمانه، ولی تاپ 5 اصلیش بدون در نظر گرفتن پیشرفت یکوی سامسون، قهرمانی هادی چوپانه، دومی سامسون داودا، سومی دریک لانسورد، چهارمی اندرو جکت و پنجمی نیک واکره. جالب اینجاست که تو پادکست فقط کیان نیستش که دریک و جز دو نفر برتر نمیذاره. حالا جلوتر بهش میرسیم. کیان پیرسون ورژن امسال سامسون رو با آپدیت های سوشال مدیاشو بهتر از دریک میدونه و این همین جمله رو میگه که سامسون قرار امسال رویای خیلی ها رو به باد بده. حتی پیشبینی میلو سارچف هم خیلی جنجالی بود. میلو سارچف هادی چوپان رو قهرمان میذاره، سامسون داودا رو دوم، و در موردش هم میگه که کنترلش روی مید سکشنش بهتر شده، عضلات شکمش عمیق‌تر به نظر میان و توی پشتش هم پیشرفتش خیلی خوب بوده. میلوس بین دریک لانسفورد و اندرو جکت برای سومی اندرو جکت رو انتخاب میکنه، اونم به خاطر چند تا شات نابود کننده ی اندرو مثل شکم و ران، فیگور جم و لت از جلو. دریک لانسفورد قهرمان سال پیش چهارم میذاره و تا اینجا نه کیان پیرسون دریک و جز دو نفر برتر گذاشت، نه میلوس سارچه. نیک واکر رو پنجم میذاره، نیک واکری که تا قبل از این توی تاپ 6 میلوس سارچف معمولا نمیدیدیمش. نفر ششم هم رافال براندوی برزیلیه، کسی که میتونم بگم میتونه یکی از پتانسیل ها و پدیده های المپیایی امسال باشه. شاید براتون سوال بشه پس چرا بهروز تابانی توی تاپ 6 میلوس سارچف نبودش؟ باید بگم هنوز خبری از ویزای بهروز نیست و دیگه زمان زیادی هم تا المپیا نمونده. احتمالاً برای سال سوم ما بهروز تابانی رو علارغم اینکه جواز المپیا رو داره توی المپیا نداشته باشیم. میلوس هم در مورد ویزای بهروز دقیق صحبت نمی‌کنه که چی شده، ولی خودش هم می‌دونه که امسال هم بهروز به المپیا احتمالاً نمی‌رسه. خیلی خوب، بریم سراغ پیشبینی کریس کورمیر. کریس کورمیر هادی رو قهرمان می‌دونه، دریک رو دوم، نیک واکر رو سوم، سامسون داودا رو چهارم، اندرو جک پنجم و مثل میلوس سارچف رافال براندا رو ششم. جالب بود که کریس کورمیر نیک واکر رو بالاتر از سامسون گذاشت، برعکس میلوس سارچف و کیان پیرسون. اما دنیس جیمز هم پیشبینیش خیلی جالب بود. دنیس میگه که امسال اتفاق خاصی در شرف افتادنه. سامسون قهرمان میشه، هادی چوپان دوم، دریک لانسفورد سوم، اندرو جک چهارم، نیک واکر پنجم و برندون کوری ششم میشه. توی تمام پیشبینی ها به جز مال دنیس جیمز، هادی چوپان قهرمان بود و دریک فقط توی یک پیشبینی جز دو نفر برتر بودش. نظر شما چیه؟ به نظرتون واقعا قهرمان سال پیش اولمپیا امسال حتی جز دو نفر برتر هم نمیشه؟ حتما نظرتو در این مورد توی کامنت ها برام بنویس. خیلی خوب، بریم سراغ ویزای بچه ها و هادی چوپان که امریکاست و خوشبختانه هادی امسال خیلی خوب و به موقع تونست برسه به امریکا. حسین کریمی هم تنها ایرانی فیزیکار اولمپیا هم که کلن حسین امریکاست. وحید بادپی هم که مشکلی بابت ویزا نداره و فکر کنم وحید بادپی الان امریکا باشه. بچه اگه شما استوری ازش دیدین که توی کشور امریکاست توی کامنت ها بهم حتما بگین. ولی دو نفر قطعا به اولمپیا نمیرسن و خودشون هم اینو اعلام کردن، جعفر غفارنژاد، و دیروزم که رسما مهدی جابری اعلام کرد که اولمپیای امسالو به خاطر ویزا از دست میده. مهدی جابری برای ویزا اقدام کرده ولی هنوز جوابی بهش ندادن و دقیقاً مثل بهروز تابانی که 3 سال منتظر جوابه. بهروزم احتمال 90% تو اولمپیای امسال نداشته باشیمش، یعنی از 6 ایرانی که امسال جوازو گرفته بودن 3 نفر به اولمپیا میرسن که واقعا جای تاسف داره. بخش بعدی که براتون آماده کردم مربوط به مسابقه های روزای اخیره. سامسون داودا با قهرمانی فرانسه پرو اولین کسی شد که جواز اولمپیا 2025 گرفت و بعد چند ساعتش بریت ویلکن با قهرمانی استیج لژیون اسپورت دومین کسی بود که جواز اولمپیا 2025 توی دسته اوپن تونست بگیره. بریت ویلکن حدود 1 سال خورده کلن از استیج دور بوده، الانم که برگشت به مراتب بهتر شده، کاندیشنش خیلی خوب بود، ولی از لحاظ سایز تغییر چندان فاحشی که بگیم خیلی تغییر کرده بود و فوق‌العاده شده بود نکرده بود. باید منتظر باشیم ببینیم برای سال بعد چه پلنی داره، دوباره تا قبل از اولمپیا مسابقه میده یا نه. برونو سانتوس برزیلی هم که جواز امسالو داره پشت سر بریت ویلکن دوم شد و توی کلاسیک هم مایکل دبول قهرمان شد و این دومین قهرمانیش توی 1 ماه اخیره. اما اینجا میلیمتری قهرمان شد، با نفر دوم فقط 1 رای اختلاف داشتن و نفر دومم
امانوئل ریکوتی بود، کسی که چندان مطرح نیستش. با این اوصاف مایکل باید برای اولمپیا بهتر از اینا بیاد که زمان زیادی هم نمونده براش. خیلی خوب رفقا، این بود از اخبار اتفاقات امروز. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.